سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز، همراهان خوب. اگه خاطرتون باشه جلسه قبلی در مورد یونها و رفتار اتمها صحبت کردیم. اومدیم به شما گفتیم که اتمها دوست دارن الکترون بگیرن، از دست بدن و یا به اشتراک بذارن. خب این تبادل الکترونها، اشتراک گذاری رو روشن کنار، این تبادل الکترونها قاعدتا یعنی تشکیل یون، یعنی تشکیل یک ذره باردار. خب یک اتمی مثل اتم عناصر گروه اول، گروه دوم، که کتاب میگه در شرایط مناسب تمایل دارد تمام الکترون های لایه ظرفیت خود را از دست داده به آرایش گاز نجیب پیش از خود برسد. آیا به صورت خود به خودی این کار را انجام میده؟ یعنی شما همجوری فلز و نگهداری الکترون از دست میده، اون شرایط مناسبه یعنی چی؟ یا مثلا عنصری از گروه 17 الکترون میگیره به آرایش گاز نجیب همدوره خودش میرسه. قراره تو این جلسه صحبت کنیم که این تبادله چه شکلی اتفاق میفته، ترکیب یونی یعنی چی، ترکیب یونی دوتایی یعنی چی، یونهای تک اتمی یعنی چی و الی آخر. با ما همراه باشید، بریم سراغ درسنامه‌مون تا تمام این سوال ها رو بررسی کنیم. جلسه 12، تبدیل اتم ها به یون. اگه خاطرت باشه ما تو جلسه قبلی صحبت کردیم، گفتیم که عناصر گروه اول و دوم دوست دارن که الکترون از دست بدن. چقدر الکترون از دست میدن؟ تمام الکترون های لایه ظرفیت خود را از دست داده و به آرایش گاز نجیب پیش از خود، یعنی دوره قبلی میرسن. یا به عنوان مثال، یعنی کاتیون میشن اینا. یا به عنوان مثال گفتیم که عناصر گروه 17 دوست دارن الکترون بگیرن به آرایش گاز نجیب هم دوره خود برسن، یعنی آنیون یک بار منفی بشن. آیا اتفاق به صورت خود به خودی میفته؟ قاعدتا نه. چرا؟ چون من تو جمله ها میگفتم شرایط مناسب. شرایط مناسب یعنی چی؟ اولین پارامتر شرایط مناسب اینه که یه فلز داشته باشه یه نافلز، این دو تا کنار هم قرار بگیرن، یکی دوست داشته باشه الکترون از دست بده، یکی دوست داشته باشه الکترون بگیره. پس این وسط بین اینها داد و ستد الکترون اتفاق میفته. به عنوان مثال شکل 25 که جلسه قبلی با هم بررسی کردیم، گفتیم Na یک فلز است، Cl یک نافلز. Na دوست داره الکترون از دست بده، کلور دوست داره الکترون بگیره. پس Na در شرایط مناسب یک الکترون خود را از دست میدهد و کلور این یک الکترون را میگیره. یعنی Na میشه کاتیون یک بار مثبت، کلور میشه آنیون یک بار منفی. حالا شما دو تا ذره داری که این دو تا ذره ناهمنام هستن از نظر الکتریکی، یعنی یه ذره مثبت یه ذره منفی. چه اتفاق میفته؟ خب خیلی راحت دیگه، میگیم همدیگر را میربایند، بارهای ناهمنام همدیگر را میربایند. به این ربایش، به این نیروی جاذبه چی میگیم ما؟ ما بهش میگیم پیوند یونی. میگیم هرگاه اتم‌های دو عنصر فلزی و نافلزی در شرایط مناسب کنار یکدیگر قرار گیرن، با هم واکنش داده و با داد و ستد الکترون به یون تبدیل میشوند. پس بیاید پیوندیونی رو تعریف کنیم. میگیم میان یون‌ها به دلیل وجود بار الکتریکی ناهمنام نیروی جاذبه بسیار قوی برقرار میشود. این نیروی جاذبه رو بهش چی میگیم؟ میگیم پیوند یونی. یه مثال رو اونجا بهت گفتم، اینجا مثال هایی داریم. مثلا به شما گفته که کلسیوم در لایه ظرفیت خودش دو الکترون دارد. کلسیوم اگه یاد باشه عدد اتمیش 20 بود، در گروه دوم بود، پس تعداد الکترون های لایه ظرفیت گروه دوم دسته S دیگه برابر است با شماره گروه، یعنی دو تا الکترون داره. پس پیرامون نمادش من دو تا نقطه میذارم. اکسیژن در گروه 16 است، اکسیژن پس 6 الکترون در لایه ظرفیت دارد، پس پیرامون نماد 6 تا نقطه ما قرار میدیم. میبینید حالا در شرایط مناسب این دو تا باران کنار هم قرار گرفتن و داد و ستد الکترون بینشون اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی کلسیوم دو الکترون خود را از دست میدهد، اکسیژن دو الکترونش رو میگیره. پس کلسیوم میشه کاتیونی با دوباره مثبت، اکسیژن میشه آنیونی با دوباره منفی. خب چه اتفاقی میفته؟ دو تا ذره دارم، ناهمنام هستن از نظر الکتریکی، پس نیروی جاذبه بسیار قوی بین آنها ایجاد میشود و قاعدتا یک پیوند یونی داریم، یعنی یک شبکه یونی ایجاد میشه.
پس اتم کلسیم و اتم اکسیژن در شرایط مناسب در کنار یکدیگر قرار گرفته و ایون های Ci دوباره مثبت، حالا این دوباره مثبت باله در اصل بار دیگه، به اشتباه اینجا تایپ شده، Ci دوباره مثبت و اکسیژن دوباره منفی را ایجاد می‌کنه. به واسطه نیروی جاذبه میان آنها ترکیب چی؟ ترکیب یونی کلسیم اکسید با فرمول شیمیایی CaO ایجاد می‌شود. این ترکیب یونیه یه ذره بهش دقت کنیم، یه نکته جالب داره. نکته جالبش چیه؟ نکته جالبش اینه که اینجا دو تا بار مثبت داریم، اینجا دو تا بار منفی. پس قاعدتا میتونیم بگیم ترکیب‌های یونی خونسا هستن. یعنی چی؟ یعنی مجموع بار کاتیون‌ها با مجموع بار آنیون‌ها برابر است. پس ترکیب‌های یونی دیگه ذره باردار نیستن، دیگه یون نیستن، خونسا هستن. یه مثال دیگه تو مثال کتابتون هم هست، تو کتاب قرار داده شده، گفته کلسیوم با کلور سی آی دوبار مثبت با سی ال یک بار منفی میخواد واکنش بده. بیا پای تخته، ببین من این دوتا مثال رو با هم دیگه میخوام بنویسم. گفتم که مثال اولمون کلسیوم در لایه ظرفیت دوتا الکترون داره و مثال اول اکسیژن بود، او در لایه ظرفیت 6 الکترون داره. پس چه اتفاقی میفته؟ کلسیوم دو الکترون خود را از دست میدهد، اکسیژن هم دو الکترونش رو میگیره و تبدیل میشوند به سی آی دوباره مثبت و او دوباره منفی. پس یک پیوند یونی بینشون ایجاد میشه و یک ترکیب یونی تشکیل میشه. مثال دوم به ما گفته سی ای که دوباره میدونم پیرامون نمادش دوتا الکترون باید قرار بدم با کلور. خب من یک کلور قرار میدم، کلور چند تا الکترون در لایه ظرفیت دارد؟ 7 تا. اینم هفته میشه، یعنی در از یک الکترون منفرد دارد، نیاز به یک الکترون دارد. مثال NaCl تو ذهن بیار دیگه، نیاز به یک الکترون دارد تا به آرایش گاز نجی به همدوره خود برسد. خب چه اتفاقی میفته؟ کلسیوم یک الکترونش رو از دست میده و کلور یک الکترون رو میگیره. الان این کلور پایدار شد، ولی آیا کلسیوم هم پایدار شد؟ میگم نه دیگه، کلسیوم هنوز یه دونه الکترون داره. پس چه اتفاقی میفته؟ یه دونه سیل دیگه هم باید قاعدتا در محیط باشد تا کلسیوم اون یه دونه الکترونش رو از دست بده و اینها پایدار بشن. یعنی چی؟ یعنی بشه سی ای دوباره مثبت و دو تا Cl یک بار منفی. یعنی در اصل اگه من اینجا بخوام ترکیب اینها رو بنویسم، میام می‌نویسم Ca Cl 2، یه دونه Ca دارم دوتا Cl بشم Ca Cl 2. یا این یکی رو بخوام بنویسم، میام می‌نویسم Ca O. چرا؟ چون یه دونه Ca دارم یه دونه O دارم. خب از این دوتا رابطه‌ای که شما اینجا مشاهده می‌کنید چه نتیجه‌ای میشه گرفت؟ میتونم یک قاعده بنویسم. قاعده چیه؟ نگاه کن اینجا رو. میگم اگر من یک کاتیونی داشته باشم به صورت Am بار مثبت، این بیاد با یک آنیونی به صورت Bn، یه نماده Bn بار منفی، کنار هم دیگه قرار بگیرن، نیرو جاذبه بینشون ایجاد بشه و با هم پیوند بدن، یعنی اون نیرو جاذبه بسیار قوی، ترکیب حاصل چه شکلی نوشته میشه؟ میگن بارها به صورت قدر مطلقشون، البته به صورت قدر مطلقی ضربدری جابجا میشن. یعنی چی؟ یعنی میشه A N B M. این میشه نوشتنه، یعنی شیوه نوشتن یک ترکیب یونی. خب شاید یه سوال برات ایجاد بشه، اگه میشه یه تصویر رو بزرگ کنیم هر دوتا اینها رو با هم داشته باشیم،
اینجا من گفته بودم INBM. خب شما پس باید اینجا می نوشتی CA2O2. چرا نوشتی CAO؟ چرا نمیشه CA2O؟ CA2O2. میگم آها، پس یه نکته دیگه هم میتونم ازش دریافت کنم. نکته دوم چیه؟ اینکه فرمول شیمیایی ترکیب های یونی یک فرمول تجربیه. یعنی چی فرمول تجربی؟ فرمول تجربی فرمولیه که علاوه بر نماد عنصرها، یعنی نوع عنصرها، به من نسبت عناصر رو هم نشون میده. یعنی هم نوع عناصر رو به من میگه، هم نسبتشون رو. حتما نباید تعداد واقعی هر یک از عناصر رو به شما بگه. پس اگر زیروندها قابل ساده کردن باشه، ما باید اونها رو با هم ساده کنیم، چون قرار نسبتشون رو بگیم دیگه. نسبت CA2O2 یک به یکه، CAO هم یک به یکه. پس میام ساده میکنم، میگم یعنی فرمول اصلی میشه CAO، دیگه نمیمیسم CA2O2. از کجا آوردیش؟ نگاه کن تو شکل. من برای اینکه یه دونه کلسیومم پایدار بشه نیاز به یه دونه اکسیژن داشتم، پس نسبت یک به یکه. ولی اینجا برای اینکه کلسیوم من پایدار بشه نیاز به دو تا کلور دارم، پس اینجا دیگه نسبت کاتیون به آنیون میشه چی؟ میشه یک به دو. یعنی یه دونه کاتیون دارم، دو تا آنیون. یا نسبت آنیون به کاتیون میشه دو به یک، دیگه یک به یک نیست. یعنی شما قابل ساده کردن نبوده زیروند. یه سوال هم اینجا بپرسم، شما نسبت کاتیون به آنیون رو به ما گفتی، ولی میشه تو سوال پرسید نسبت بار کاتیون به آنیون؟ بله، نسبت بار کاتیون به آنیون هم از ما پرسیده میشه. دیگه این رو چجوری به دست بیارم؟ یه روشش اینه که از قبل بلد باشی بدونی مثلا کلسیوم دو بار مثبت است، کلرز یک بار منفی نسبت بگی. یه روش دیگهش، اگر اینجا یک به یک نبود، میتونی با استفاده از زیروندها جواب بدی. ببین تو کلسیم اکسید چون نسبت یک به یک، من نمیتونستم جابجا کنم، یعنی میگفتم یک به یک، پس در از کاتیونش یه دونه کاتیون داشت یه دونه آنیون، نسبتش درست در میاد، نسبت یک به یک میشه، ولی تعداد واقعی بار کاتیون به آنیون رو نمیدونم. ولی اینجا میام میگم بار کاتیونم، یعنی نسبت بار کاتیون به بار آنیون میشود چی؟ بار کاتیونم دو بوده، بار آنیونم یک بوده، پس نسبت بار کاتیون با آنیون توی این ترکیب CaCl2 میشود 2-1. درست شد؟ تمام نکات ترکیب های یونی رو شما حدودا اینجا میتونید ببینید. حالا فقط نامگذاریاش هم اینجا بگم و بریم سراغ بقیه جزوه، که البته اینها رو اونجا میخونم و مرور میشه برات. ببین شما در نامگذاری کاتیون ها نام کاتیون، یه یون میگی به علاوه نام کاتیون، مثلا میگی چی؟ میگی یون کلسیوم، میگی یون سدیم، میگی یون آلومینیوم. درست شد؟ یعنی یون به علاوه نام عنصر. در نامگذاری آنیون ها ولی یه ذره بازی متفاوت. یون به علاوه نام یا ریشه نام عنصر به علاوه یده، به عنوان مثال میگم کلسیوم، این که یون کلسیوم میشه، اکسیژن دوباره منفی چی میشه؟ میشه یون اکسید. یا به عنوان مثال این کلور دیگه، میشه یون کلورید، یون کلور به علاوه ید. پس نامگذاری ترکیب یونی چه شکلی میشه؟ میشه نام کاتیون به علاوه نام آنیون. یعنی این میشود کلسیوم کلورید، این میشود کلسیوم اکسید، میشود سدیم کلورید NaCl، آلومینیوم اکسید. درست شد؟ دیگه به زیروندها ما اشاره ای نمی کنیم، این که چند تا در از کاتیون داریم، چند تا آنیون داریم، اینا رو کاری باش نداریم در ترکیب یونی. فقط نام کاتیون به علاوه نام آنیون. بریم سراغ جزوه. پس گفته به عنوان مثال فرمول شیمیایی کلسیوم کلورید به صورت مقابل است، سیاه دوباره مثبت Cl یک بار منفی با هم واکنش دارن. در این ترکیب نسبت شمار یا تعداد آنیون به شمار کاتیون میشود 2-1 و نسبت بار آنیون به بار کاتیون میشود 1/2، یعنی دقیقا برعکسش میشه. پس توی CaO نسبت بار کاتیون با آنیون هم میبینی 1-1 میشه دیگه، چون دو تا کاتیون داری، دو تا آنیون داری، باراشون دوباره مثبت دوباره منفی، دوباره دو با هم ساده میشه، میشه 1-1. حالا این هم همون نکته بود که گفتیم، گفتیم که ترکیب های یونی از نظر بار الکتریکی چی هن؟ خونسا هن.
یعنی مجموع بار بار کاتیون ها با مجموع بار آنیون ها با هم برابره. به عنوان مثال به چگونگی تشکیل آلومینیوم اکسید توجه کنید. خب آلومینیوم در لایه ظرفیت خودش 3 تا الکترون داره، اکسیژن در لایه ظرفیت خودش 6 الکترون دارد، یعنی 2 الکترون منفرد دارد، یعنی دوست داره 2 تا الکترون بگیره تا به گاز نجیب برسه. پس هر اکسیژن میاد 2 تا الکترون میگیره، 1 2، این پایدار شد. ولی آلومینیوم من همچنان ناپایدار است. پس قاعدتا من یه اکسیژن دیگه هم باشه اینو میگیره، آلومینیوم پایدار، الان این اکسیژن ناپایدار، این یه الکترون دیگه نیاز داره، پس باید یک آلومینیوم دیگر باشد. یه الکترون میده به این اکسیژن، پس قاعدتا یک اکسیژن دیگر هم باید باشد که این 2 الکترون رو بگیره. پس 2 تا آلومینیوم سه بار مثبت داشتم، 3 تا اکسیژن دوباره منفی داشتم، پس می‌نویسم Al2O1 2 3 3، Al2O3. می‌بینی چند تا کاتیون داری؟ 6 بار مثبت. چند تا آنیون داری؟ 6 اندازه بار دارم عرض میکنم، 6 بار منفی. پس مجموع بار کاتیون ها با مجموع بار آنیون ها با هم برابره. پس این ترکیب یعنی Al2O3 یک ترکیب خنثاست. برای نوشتن فرمول شیمیایی ترکیب های ایونی گفتیم از رابطه زیر میتوان استفاده کرد: AN بار مثبت با BN بار منفی، قدر مطلق بارها به صورت ضرب دری جابجا میشن و در صورت، این نکته رو اینجا یادداشت کن بنویس، و در صورت قابلیت ساده شدن، یعنی اگه زیروندها قابل ساده کردن بود، ما میتوانیم زیروندها رو ساده کنیم. یا بهتر بگم اینو ننویس، اینجوری بنویس، بنویس در ترکیب های ایونی، فرمول ترکیب های ایونی فرمول تجربیه، یعنی در صورتی که زیروندها قابل ساده کردن باشن باید آنها را ساده کنیم. پس یون تک اتمی آ، حالا ببین همه اینا رو گفتیم تموم شد، نامگذاری ترکیب های یونی هم گفتیم، یعنی اینو بخونم، گفتم نامگذاری کاتیون ها یون به علاوه نام عنصر، نامگذاری آنیون ها میشه یون به علاوه نام یا ریشه، نام به علاوه یده، نامگذاری ترکیب یونی هم میشه نام کاتیون به علاوه نام آنیون. ولی اگه دقت میکردیم تمام کاتیون آنیون هایی که ما میخوندیم یون های تک اتمی بودن. یعنی چی؟ یعنی یون تک اتمی آنیون یا کاتیونی فرقی نمیکنه، پس یکی یونه که تنها از یک اتم ساخته شده. مگه ما یون های چند اتمی هم داریم؟ بله، تو فصل های بعدی، تو فصل 3 با یون های چند اتمی هم آشنا میشیم، یون هایی که در ساختار خودشون چند تا اتم دارن و اون مجموعه یک باری داره دیگه، یه اتم بار نداره. و دقت دومی که اگه میکردیم این بود که ترکیب های ما ترکیب های یونی دوتایی هست. یعنی چی؟ یعنی از دو عنصر ساخته شدن یا از دو نوع اتم ساخته شدن، درست شد؟ پس ترکیب های یونی که تنها از دو عنصر یا در اصل دو نوع اتم ساخته شدن بهشون میگیم ترکیب یونی دوتایی. خب اینجا یه جدول کتاب به شما داده که البته نیازی هم نداره، خودتون خیلی راحت میتونید به این برسید دیگه. اگه یادت باشه اومدیم گفتیم عناصر گروه، هم اول جمله گفتم، گفتم عناصر گروه اول تمایل دارن با از دست دادن یک الکترون بارش گاز نجیب پیش از خود، گروه دوم دو الکترون بارش گاز نجیب پیش از خود. یه نکته تو پرانتز، آیا تمام عناصر گروه دوم میتوانند با از دست دادن دو الکترون بارش گاز نجیب پیش از خود برسن تمام فلزاتش؟ میگم نه. تو اون جدولی که جلسه قبلی گفتم اگه یاد باشه برلیوم جاش خالی بود، برلیوم یون نداشت و آلومینیوم با از دست دادن 3 الکترون با آرایش گاز نجیب پیش از خود میرسه. از اون سمت گروه هالوژن ها با گرفتن 1 الکترون میشن یک بار منفی با آرایش گاز نجیب هم دوره خودشون. اکسیژن و گوگل با از دست دادن 2 الکترون میشن دوباره منفی، میشه O2 دوباره منفی، O2 دوباره منفی، عذرخواهی میکنم، یعنی یون اکسید، و S دوباره منفی یعنی یون سولفید. و N و P در گروه 15 با گرفتن 3 الکترون، یعنی N میشه 3 بار منفی که میشه یون نیترید، P میشه 3 بار منفی که میشه یون فسفید، بارش گاز نجیب هم دوره خودشون میرسن. خب یه نفس بگیریم. پس این جدول رو تو ذهن داشته باش، اون جدول جلسه قبلی هم دوباره بیار، این جدول رو کامل کن، نام یون ها رو بنویس، بعد یه دوره رو مفاهیم کن، بریم تمرین‌ها رو حل کنیم. منم یه نفس بگیرم، تختارم پاک کنم براتون و تمرین‌ها رو حل کنیم.
تمرین یک گفته اختلاف تعداد پروتون و نوترون در اتم X19 برابر یک. نسبت شمار کاتیون با آنیون در ترکیب یونی حاصل از یون پایدار X و Y 20 را به دست آورد. خب Y و ممنون تو میدونیم چون عدد اتمیش 20ه، یعنی تو گروه دومه، درست شد؟ اختلافش با گاز نجیب قبلی دو تا دیگه گروه دومه، پس Y یون پایدارش میشه دوباره مثبت. ولی X چیه نمیدونم، بریم پای تخته. میگیم که X19، پس ما میدونیم N به علاوه P میشه چند؟ میشه 19. از یه طرف دیگه به ما گفته N منهای P هم برابر است با 1، پس از اینجا میتونم بگم P میشه 19 منهای 1 تقسیم بر 2، یعنی میشود 9، میشه 18 تقسیم بر 2 میشه 9. پس عدد اتمی X در اصل 9 بوده. نیازی به آرایش نوشتن نداره ها، ولی حالا می نویسم که بهش توجه بیشتری بشه، یه یادآوری هم بشه. گاز نجیب پیش از این میشه هلیوم، هلیوم انتهای خط اوله، بعدش میشه 2s2 2p5، یعنی این X در لایه ظرفیت خودش چند تا الکترون داره؟ 7 تا. تو کدوم گروه؟ 5 و علاوه 12 میشه 17 تا، درست شد؟ تو گروه 17 یه الکترون نیاز داره به آرایش گاز نجیب هم دوره خودش برسه، پس یون پایدارش میشه X یک بار منفی. گفتیم از یه سمت دیگه Y هم چیه؟ Y دو بار مثبت. پس ترکیب بینشون چی میشه؟ Y دو بار مثبت، X یک بار منفی. زبدری جابجاش کنیم میشه Y در از X 2، درست شد؟ حالا گفته نسبت شمار کاتیون با آنیون، چند تا کاتیون دارم؟ یه دونه. چند تا آنیون دارم؟ دوتا. پس کاتیون به آنیونش برابر میشه با 1/2، نسبت شمار کاتیون به آنیون. اگر گفت نسبت بار چی میشد؟ نسبت بار کاتیون به آنیون میشد 2/1. بریم سوال بعدی. تمرین دو گفته درستی یا نادرستی عبارت های زیر را تعیین کرده، دلیل نادرستی بگو. آه، ترکیب هایی که از دو اتم ساخته شده اند ترکیب های یونی دوتایی نام دارن. ظاهر درسته، باطن غلط. چرا؟ گفته ترکیب هایی که از دو اتم، در صورتی که تو جمله بود ترکیب هایی که از دو عنصر ساخته شدن. خب شاید بگی خب عناصر هم از اتم ساخته میشن دیگه، بله، ولی اگه میگفت ترکیب هایی که از دو نوع اتم ساخته شده اند میشن ترکیب های یونی دوتایی. خب چه فرقی داره ترکیب هایی که از دو اتم اند؟ حالا حتما این نوعه باید باشه. بیا پای تخته نگاه کن، ما تو فصل 3 با یون های چند اتمی آشنا میشیم. تو متن کتابت نیست این یونی که دارم میگم، ولی جهت دانستن به درد بخوره. نگاه کن، یه یونی ما داریم به اسم پروکسید O2 دوباره منفی، یعنی یک یون دو اتمیه که این دو اتم در مجموع یک باری دارن دوباره منفی. قاعدتا اگر من یک کاتیون یک بار مثبت داشته باشم، ترکیب یونی حاصل از اینها میشه چی؟ میشه X2O2. این یه ترکیب یونیه، درسته؟ آیا این یک ترکیب یونی دوتاییه؟ بله، یه ترکیب یونی دوتاییه. چرا؟ چون از دو عنصر ساخته شده است یا از دو نوع اتم ساخته شده است. ولی من و تو میبینیم از دو اتم ساخته نشده است، از دو نوع اتم ساخته شده است، پس این یک ترکیب یونی دوتایی. متوجه شدی؟ بریم سوال بعدی. اگر در لایه ظرفیت اتمی تعداد الکترون ها با L مساوی 1، بریم تو لایه ظرفیت، پس قطعا P داره، L مساوی 1 یعنی P، پس S هم داشته دیگه، یعنی NS NP بوده. حالا بیاییم توانها رو به دست بیاریم. تعداد الکترون ها با L مساوی 1 از دو برابر الکترون های با L مساوی 0 یک باید بیشتر باشد. L مساوی 0 یعنی همون S. خب قاعدتا اگه الکترون تو P رفته یعنی Sش پر بوده، پس این میشده NS2. اینو دو برابر کنم میشه 4، به علاوه یکش کنم میشه 5، یعنی قاعدتا لایه ظرفیتش میشده NS2NP5. خب چند تا الکترون نیاز داره به گاز نجیب برسه؟ یه دونه دیگه، میشده NS2NP6. پس این اتم با گرفتن یک الکترون یون پایدار تشکیل داده و به آرایش گاز نجیب قبل از خود میرسد. ببین تا اینجا درست بود، یه تیکه رو خراب کرد. چرا؟
به آرایش گاز نجیب هم دوره خود میرسد، نه قبل از خود. پ تمام عناصر گروه های اصلی با از دست دادن و یا گرفتن الکترون به آرایش گاز نجیب میرسند. درسته؟ تمام عناصر گروه های اصلی با از دست دادن و یا گرفتن الکترون به آرایش گاز نجیب میرسند. ببین این جمله رو به دو نوع میشه ردش کرد. اولا اینکه تمام عناصر گروه های اصلی اصلا تمایلی به تشکیل آنیون ندارن، مثل بریلیوم. بریلیوم رو آیا ما میگفتیم دوباره مثبت دارد؟ نه. پس این رد. نکته دوم، آیا تمام عناصر گروه های اصلی با از دست دادن یا گرفتن به آرایش گاز نجیب اصلا تمایل هم داشته باشن به آرایش گاز نجیب اصلا میرسن؟ بازم میگم نه. بیا پایتخته یه مثال خیلی راحت. گالیوم با عدد اتمی 31 تو کدوم گروهه؟ تو گروه 13. گاز نجیب قبلیش میشه چی؟ میشه آرگون. آرگون 18. آرگون انتهای خط چندم و انتهای خط سومه. دیگه اینا رو باید سریع نوشته باشیم. دست میرم تو خط چهارم، یعنی میشه 4s2 3d10. 2 به علاوه 18 میشه 20، به علاوه 10 میشه 30. پس قاعدتا میشه 4p1. گالیوم تمایل به تشکیل کاتیون داره. چه کاتیونی؟ سه بار مثبت. پس آرایش گالیوم سه بار مثبت رو اگه من بخوام بنویسم چی میشه؟ میشه آرگون 18 3 دی 10. یعنی اینا رو از دست داد. پس میبینی به آرایش گاز نجیب نرسیده. عضو گروه اصلی هم هست. سوال بعدی، تمرین 3. چه تعداد از عبارت های زیر درسته؟ آ تعداد الکترون های یون پایدار اتم هایی با عدد اتمی 13 و 7 با یکدیگر برابره، یعنی این دوتا یون هاشون ایزو الکترون هستن. 13 گاز نجیب نزدیک بهش 10، پس تمایل داره 3 الکترون از دست بده به آرایش گاز نجیب پیش از خود برسد، یعنی 10 الکترون، یعنی کاتیون سه بار مثبتش با 10 الکترون. 7 گاز نجیب نزدیک بهش 10، پس بازم دوست داره 3 الکترون بگیره با آرایش گاز نجیب هم دوره خودش، یعنی نئون برسه، نئون 10. پس اینم آنیونش سه بار منفیه. پس این کاتیون سه بار مثبت و این آنیون سه بار منفی جفتشون ایزو الکترون و 10 الکترونی هستن که گفته تعداد الکترون‌های یون پایدار اتم‌هایی با عدد اتمی فلان با یکدیگر برابر است. درست. به نسبت تعداد کاتیون به آنیون در ترکیب یونی میان دو اتم دوره سوم، پس دوره سوم در مرز که هر یک در زیر لایه ال، زیر لایه ال یعنی چی؟ یعنی پی، یعنی این دو تا عنصر تو دسته پی هم. دسته پی دوره سوم میشه از کجا تا کجا؟ میشه از آلومینیوم تا آرگون. آرگونه که واکنش نمیده بذارمش کنار، پس میشه از آلومینیوم تا کلور. لایه ظرفیت خب به ترتیب یک، پس میشه NS2NP1، یعنی داره در مورد آلومینیوم صحبت میکنه. پس دوست داره سه الکترون خودش رو از دست بده آل سه بار مثبت. از اون سمت گفته اون یکی 4 الکترون توی پی داره، یعنی میشه NS2NP4، پس دوست داره دو تا الکترون بگیره با آرایش گاز نجیب هم دوره خودش برسه. داره در مورد گوگرد صحبت میکنه، یعنی میشه S دوباره منفی یون سولفید. خب پیوند بین این دوتا میشود چی؟ میشود AL2S. دقیقا مثل AL2S هست، فقط به جای اوش بذاریم S، میشه AL2S. خب نسبت تعداد کاتیون و آنیون، چند تا کاتیون داشت؟ گفتم AL2 دیگه، پس دوتا کاتیون داره. چند تا آنیون داشت؟ گفتم AL2S، پس سه تا آنیون داشت. پس نسبتش میشه 2/3، نمیشه 3. پ گفته ترکیب یونی از نظر بار الکتریکی خنثیه، که این درست، این بی هم غلط شد، پی درست شد. آخریش، اگر آخرین زیرلایه الکترونی یونی دارای 8 الکترون باشد، اتم آن عنصر قطعا در گروه های اصلی جدول تناوبی جای دارد. اینم بارها بارها تو جلسات قبلی زمانی که داشتیم در آرایش یون ها صحبت میکردیم جواب دادیم. جوابمون چی بود؟ گفته اگه تو لایه ظرفیت خودش یک یون 8 الکترونی باشه، عنصرش قطعا گروه اصلیه. نه، اسکاندیوم رو نگاه کنید. بیا به تخته
اسکاندیوم با عدد اتمی 21 تو کدوم گروه؟ گروه سوم. گاز نجیب قبلیش چیه؟ آرگون 18. بعدش میشود 4 آرگون انتهای خط سوم میشه 4S2C D1. این دوست داره سه تاشو از دست بده بشه سه بار مثبت. به آرایش چی رسیده؟ به آرایش آرگون رسیده. عنصر واسطه است، عنصر از گروه های اصلی نیستش. پس اینکه گفته اتمان عنصر، بریم پای مونیتور، اتمان عنصر قطعا در گروه های اصلی جدول تناوبیه، غلطه. پس شد آ درست، پ درست، دو تا عبارت درسته، جواب میشه گزینه دوم. خب دوستان اینجا ترکیب ایونی تموم شد و در جلسه بعدی برای اینکه مفهوم رو کاملا عمق بهش بدیم و جا بندازیم دیگه میخوایم بریم سراغ تست هاش. مجدداً کتاب رو بخونید، به نکته ها، به قید ها، اغلب حتی همه به اینها توجه کنید و مروری کامل مخصوصا به خاطر سپردن یونها و نام اونها داشته باشید از این مفهوم، بعد بیاین سراغ تست ها. از اینکه همراه من بودید بسیار سپاسگزارم و شما رو به خدا میسپارم.